سلام به اعضای عزیز کانال یوتیوبم. بچه ها من اومدم خرید آرد و یک سری وسایلش میپذیم از فروشگاه بیلکا. البته شما اینا رو هر جای دیگه میتونید تهیه کنید، فقط لزوماً توی مال فروشگاه بیلکا نیست. تمام این موادی که میخوام بخرم همه اینا فروشگاهی ارزون دانمارک مثل قماتوزن، نتو و جاهای دیگه هست و فقط قیمتا شاید از اینجا ارزون تر باشه، فقط مارکاش فرق میکنه، وگرنه چیزایی که من میگم تو تمام فروشگاه ها پیدا میشه. این ویدیو رو مخصوصا برای کسایی که تازه وارد دانمارک شدن و خیلی ازم میپرسن و اسم مارکا رو نمیدونن، برای اونا میگیرم. از آرد ها شروع میکنیم که تنوع زیادی داره اینجا. آرد بسیار ارزون و در دسترسی که من برای شیرینی پزی استفاده میکنم اصولا این هستش. عدد پروتئین روش 9.6 مخصوص کیک پزی و شیرینی پزیه و 2 کیلوش هم 14 کرون، قبلا 10 کرون بود تو این گرونی های ذره گرون شده. این مخصوص شیرینی هستش برای که عدد پروتئین پایینی داره. ببینید بچه ها، یک برند انواع مختلف آرد داره. مثلا این مارک استلینگ چی میگن، سپلت آرد، سپلت داره، آرد سفید داره، آرد جو داره. بستگی داره چه برندی بخواین استفاده کنین. این آرد سفیدش عکس نون روش میبینید، در نتیجه عدد پروتئینش باید بالا باشه. این عدد پروتئینش 12، پس اون 9 بود، این 12، پس این مخصوص نونه. حالا من چه برندی استفاده میکنم؟ من برای شیرینی که همونو استفاده میکنم، خیلی ارزونه و زیادم تاثیر نداره، ولی برای نون این برند ایتالیایی رو استفاده میکنم، اسمش کپوتو هست. و ببینید یه برند کپوتو، ولی ببینید چند مدل آرد داره. این آرد پیتزاشه، عکس پیتزا رو ببینید. این آرد یه نوع دیگه پیتزاشه، یه مقدار بیشتر مواد داخلش فرق داره. این آردی که من استفاده میکنم ساوردو، ببینید نون خمیر توش داخلش هست، عدد پروتئینش هم 12.5. این همین مارک ولی آرد شیرینیشه. ببینید چند مدل داره. پس شما برای نون پزی باید آرد نون پزیشو بگیرید، برای شیرینی پزی آرد شیرینی پزیشو بگیرید. من برای شیرینی همون ارزونه رو استفاده میکنم، برای نون نونای خمیر توش چون یه مقدار حساسه اینو استفاده میکنم. بعد ببینید بچه ها، مثلا حالا این مارک ما میبینید، دروم میل همون آرد سمولینا هست که ما برای یه سری شیرینی ها استفاده میکنیم. بعد این که آرد سفیده، فول کورن میل همون چی میگن، آرد فول کورن هست که مخصوص آرد سبوسدار ما. اینجا ما اینجا آرد چاودارم داریم که من الان براتون پیدا میکنم. بچه ها جدیدن پودر خمیر ترش هم اومده، کارش به خوبی خمیر ترش خونگی که درست میکنید نیست، اما این مخصوص نون خمیر ترشه. این مخمر نیستا، این خمیر ترشه فوریه. بذارید بچه ها من آرد گراهام براتون پیدا کنم. این ببینید، این الان آرد فول کورن این برند، بعد این آرد سپلتش هست، یه مقدار سبوس بیشتری داره. این آرد دروم یا همون سمولیناش هست. من این آرد چاو داره، گراهامز میل یا گراهام فلاور آرد چاو داره، اونم اینم یک نوع آرد سبوس داره. به هر حال از عکس روی بسته آرد میشه فهمید که این مخصوص شیرنیه یا مخصوص چیه، مخصوص کیکه، و از عدد پروتئینش. بچه سمت این آردا نه، این مال مبتدی هست، نه آرداییه که فقط با آب قاطی میکنی و میذاری تو فر. بعد من دنبال این مخمره بچه ها، پودر مخمره، حالا تازش هم نشونتون میدم، 12.5 گرم هر بستشه، هر بستش معادل 50 گرم مخمر تازه است. بچه ها مخمره نه خمیر ترش، مخمر فرق داره با اون خمیر ترش خونگی و پودری که الان نشونتون دادم. فکر میکنم فعلا کافی باشه واسه امروزتون. ببینید هزار داخل فروشگاه بیلکا 1000 تا برند شاید باشه، از هر برندی انواع آردش هست.
برند سلینگ آرد جو داره، قومیل هم آرد جوه، برای نون جو استفاده میشه. آرد فولکورن داره، آرد اسپلت داره، آرد سفید داره. این آردا رو داره که من جالبه برام، عدد پروتئینش هم بالاست و خیلی قیمتش ارزونه، برای نون استفاده میشه ولی قیمتش ارزونه. این مثلا برند ایتالیایی بود، چند مدل آرد داره. یه برند رو انتخاب کنید، همیشه از اون بخرید، انواع آردش هم از همون تهیه کنید. حالا برم مخمر تازه رو نشونتون بدم. این که خمیر ترش، پودر خمیر ترش بود، من یکی دو بار استفاده کردم، زیاد به خوبی خمیر ترش خونگی نیست. اونم که آخر راه رو نشونتون دادم پودر مخمر بود. حالا میرم مخمر تازه رو نشونتون میدم. اینا چیزایی که شما زیاد میپرسید، مخصوصا کسایی که تازه اومدن دامو. مخمر پاکت سفید رو یادتون دادم، نشونتون دادم. حالا این مخمر تازه است، اون ارگانیکشه، این معمولیشه. این 50 گرمه، اون جعبه بهتون گفتم، اون پلاستیکی بهتون گفتم 12.5 گرمه. یه دونه از اینا برابر با یه دونه از اون پاکت های پودرای 12.5 گرمه. 50 گرمه این، معادل 12.5 گرمه اونه. بچه ها اینم سفید تخم مرغ که جدا با زردش اینجا میفروشن. این مارک ارگانیکشه، ما برای کلاس از اینا میگیریم که خیلی زیاده. اینام کره هست که کره، اینا کرهاییه که مخصوص مالیدن روی نونه. از اینا ما برای شیرینی پزی استفاده نمی کنیم. کرهایی که برای شیرینی پزی استفاده میشه اینا هست. این نمکدارشه، اون سمت بدون نمک ها هست. از اینا که مخصوص مالیدن رو نونه هیچ وقت برای شیرینی استفاده نکنین. کره شیرینی پزی ایناست. بده شکرم بچه ها، تا اینجا اومدم بهتون بگم. ببینید شکرم همینطور، یه برند رو انتخاب میکنین. مثلا من حالا سلینگ رو انتخاب میکنم. این شکر معمولیشه، یا همون گرانیولیتد شوگر، شکر دانه ریز. این که پودر قندشه. این شکر قهوه‌ای روشن یا لایت براونشه. این شکر قهوه‌ای تیره یا دارک براونشه که بهش میگن اینجا بغون فقین. اکثر شیرنی‌ها رو ما با بغون فقین درست میکنیم. این هم که انواع سیروپ ها هست یا شربت ها. حالا من امروز فکر کنم برای اینم یه نوع، یه مارک دیگه است. مثلا اینم یه نوع لایت براون شوگره، یه مارک دیگه است. کلن بستگی داری که چه برندی است. من دو تا از اینا برای نون خمیر ترش برمیدارم، چون که یه مقداری از خمیر ترش هم مونده، بعد یه دونه دیگه بپزم. بعد یه بسته آردم برای شیرینی از همین ارزونا برمیدارم، 2 کیلویی. بعد دنبال آنزیم پخت هستم که نشونتون بدم، مثل که ظاهرن تموم کرده. قبلا تو این قوطی ها بود، اینجا بود. بذارید ببینم پیدا میکنم. چه الان دیدم تموم کرده. آنزیم پخت اینجا تو داخل پاکتیشو داشت، اینجا هم قوطیشو داشت، تموم کرده. حالا دفعه دیگه آنزیم پخت چی میگن؟ بهبود دهنده بهش میگن توی ایران. اون نیستش. بچه آرد بادوم اگه خواستید، این آرد بادومه. اینم یه مارک دیگه شه، همونطور که گفتم برندهای مختلف داره. اون ارگانیکشه. این آرد نارگیله، آرد نارگیل، پودر نارگیله خیلی ریز. و یه دنبال یه چیز دیگه میگشتم. آها، آرد برنج هم اینجاست. میتونین اینا مارکای مختلفشه. این آرد برنج فولکورنه، داخلش سبوس هست. حالا فروشگاه بیلکا این بهبود دهنده یا آنزیم پخت رو تموم کرده بود، میخواستم نشونتون بدم. داخل بعضی از رسیپی ها نوشتم مثلا یک قاشق چایخوری بهبود دهنده، منظور اینه. برای بعضی از نونا اینم استفاده میشه.